با درودی دوباره خدمت یک شما خوبان و نازنینان. سعید بهمانی هستن در این 22 روز از اولین ماه در 14 سال از 3 هزاره. میگه میشه گفت که قریب یک ماهی طول کشید تا اینکه ما بتوانیم دوباره برنامه‌مون رو به صورت عادی برگردیم. در این مدت از ایمیل ها و تلفن های محبت آمیز شما بسیار بسیار خرسند و مشعوفم و این رابطه بدان که رابطه دو طرفه است، یعنی اینکه همونقدر که به حال دل ها به هم مرتبطن و این من بر این داستان باور دارم، جزء باورامه. بنابراین همونقدر که شما احساس دلتنگی کردید، احساس این کردید که یه چیزی رو که بهش عادت کرده بودی از دستش دادی، اون برای منم همین شکل و شیوه رو داشت. یعنی اینکه من هم این احساس میکردم که یه چیزی رو نداریم، یه چیزی وسط گم شده، ولی از یه تونل تاریک و وحشتناکی به راستی گذر کردم و یه نور امیدی که اون هم فقط از جانب شما نازنینان است ساطع میشد و اون تنها چیزی بودش که کلید و راهنمای من بود در طول این مدت. مشکلات عدیده‌ای داشتیم، همونطور که قبلا گفتیم، ساختمونی که توی زندگی میکردیم و کار میکردیم و آفیسمون بود و محل زندگی اونم بود، در حقیقت به اضافه اینکه مشکلات دوری از خانه و خانواده هم داریم که اونم مزید بر علت است، مشکلاتی پیدا شد و به حال نشد، غیر قابل اجرا بود و مشکلات عدیده‌ای جانبی داشت که حالا چون ما مسائل حقوقی در پیش است نمیتونم زیاد راجبش حرف بزنم. امیدوارم که بر همین حد شما نازنینانم بسنده کنید و از من بپذیرید تا اینکه موضوع رو بتونیم پیگیر بشیم و حل فصلش بکنیم. خسارات زیادی به ما خورد و مهمترین بخش خسارتش همین خسارت معنویش بود، یعنی قطع ارتباطم با شما نازنینان بود. این صدمه بزرگی بود، نظر روحی روانی خیلی اذیتم میکرد و بعد هم مسائل مادی و مالی که هزینه های زیادی رو در حقیقت بر من تحمیل کرد و حالا بعد وکیل و اینا هم هست که حالا اونا داستان خودشو داره. بعد خب چون طبیعتاً وقتی هم که برنامه نداری چیزی طبیعی است که کمک مالی هم دریافت نمی کنی و چون کمک مالی دریافت نمی کنی ولی هزینه ها برقرار است، یعنی اینکه ما سرورمون همچنان ما رو پولشو میگیره، نمیدونم برای سایت و زندگی و همه اینا خدمات فنیش اونا سر جاش هستن، تلفن ما بالاخره پولشو میگیره، حالا ما تلفن ها رو استفاده بکنیم یا نکنیم اون پولشو از ما میگیره و اینا یه سری مسائل بود که حالا امیدوارم که با همت شما نازنینان این مسائل رو بتونیم رتق و فتح بکنیم و از توش بیرون در بیاریم. چیزی که توی این مدت بر من خیلی روشن شد این استش که من تصمیم گرفتم که یه سری تغییراتی توی برنامه ها بدم. بنابراین ما هر روز، من یعنی برنامه خودم رو گوشتم، هر روز همین ساعتی که 12 ظهر به وقت غرب آمریکا کالیفرنیا میشه، 9 شب به وقت اروپا، 3 ظهر به وقت شرق آمریکا، این برنامه رو این ساعت شروع میکنیم دیگه، رو هر اتفاقی هم که بیفته. ولی من تصمیم گرفتم که برنامه هامون رو سر یک ساعت معینی در حقیقت شروع بکنم. امروز قرار بود با آقای امینی مثل هر چهارشنبه باشون گفتگو کنیم. برنامه آقای امینی رو یک ساعت زودتر شروع میکنیم، ساعت 11 صبح شروع میکنیم برنامه آقای امینی رو. بعد هم آقای صدر اشرف در سفر بودن، امیدوارم که از سفر برگردن بتونن برنامهشون رو شروع بکنن. و بعد آقای دکتر ودیعی هم امیدواریم که بتونیم روز جمعه در خدمت ایشون باشیم و روز فردا که پنجشنبه است، به خاطر اینکه یه 2 هفته‌ای یا شاید هم 3 هفته محروم بودیم از برنامه
این دوستان فریاد نسل فردا، این جوانانی که به راستی تلاش میکنن که پیامی به ایران برسانن و صدای دلشون رو به ایران برسونن، این چون ازش محروم بودیم فردا ازشون خواهش کردیم که برنامه داشته باشن. فردا ساعت 11 برنامه فریاد نسل فردا رو خواهیم داشت، ولی از هفته آینده همون روزهای سه‌شنبه خواهد بود. پس بنابراین فردا ساعت 11 برنامه فریاد نسل فردا است. میدونم که تا این مشخص بشه و دوستان برگردن یه قدری طول میکشه. من این رو گذشته ها اینگونه براش مثال میآوردم و میگفتم که این درست مثل اونه که شما یه درختی ایستادی و میبینی که گنجشکا یکی یکی میان روی شاخه درخت مینشینن و این طول میکشه تا اینکه این گنجشکا همه به روی این درخت بیان، ولی به کوچکترین صدایی، به کوچکترین حادثه ای، این گنجشکا همه با هم پر میزنن و میرن و بعد دوباره طول میکشه، اینا دوباره همه با هم بر نمیگردن. دقت کنی یکی میاد، دوتا میاد، دوباره همجوری یواش یواش طول میکشه تا اینکه دوباره همه برگردن به جای خودشون. بنابراین این روزا ما با این مشکلم روبرو هستیم، یعنی اینکه تا دوستان مطلع بشون که برنامه های تلویزیونی میهن به کار خودش ادامه میده یه قدری طول میکشه. کاوه نازنین در مردم ریپورت هم محبت کرد و دوباره لینک میان تیوی رو در سایت خودش قرار داد. من دعوت میکنم از شما که اخبار رو برید از طریق مردم ریپورت دات نت دنبال بکنید. اغیار و بدخواهانم تو این فاصله بیکار نبودن و مرتب دست به شایعه و مزخرفات میزدن و برای من جالب بود که یه آدمی که مرتب به ما ایمیل فحاشی میفرسته، دیروز یه ایمیل زده بود که آقا ما دلمون برای مزخرفات شما تنگ شده. و من خیلی خوشحال شدم که آدمی که فحش میده هم دلش تنگه، او هم احساس میکنه که جای دیگه نیست در حقیقت. و منم یه فرصتهایی پیدا میشد، میتونستم برنامه دیگر رو نگاه بکنم و دیدم که به سبب حضور شما، به سبب حضور مخاطب، هر رسانه‌ای رو، این یادت باشه همیشه، هر رسانه‌ای رو مخاطبش ارزشش رو بهش تعیین میکنه، یا ارزش هر رسانه‌ای بر شانه مخاطب اون رسانه است. و بنابراین ما از این بابت به راستی شانس آوردیم که شما فریختگان بیننده برنامه میان تیوی هستید. اخبار و مسائل رو هم حتما دنبال کردید و اتفاقات عجیب و غریبی که در پیرامون ما داره میفته. امروز کنفرانس دوم ژنو هم در ارتباط با سوریه بدون حضور ایران برگزار شد، مشغولن، دارن حرف میزنن، هنوز نتایجش اونچنان بیرون نیومده، ولی به محض اینکه خبرها درست بشه یقینا من سعی میکنم که اون تحلیل خودم رو از موضوع اخبار به عرضت برسونم. تا موضوع سوریه حل نشود، من فکر کنم که این خاورمیانه خاورمیانه نشود. یکی از موضوعات موضوع سوریه است و تو این بازی هم ما شاهد این داستان ترکیه هم هستیم. ترکیه هم نبستی که از نظر دور بداریم، در ترکیه هم این آقای عبدالله گولان، این در حقیقت مرد مذهبی اولشون، بفهمید شما. هلو عزیزم، در خدمت شما. اولا خیلی خوش آمدید. قربان شما. خیلی ما رو خوشحال کردید. محبت شما. تمام طرفداراتون حالا یا میگن کم یا زیاد، اونایی که من میدونم که خیلی همه غیبت شما رو از من میپرسیدن. در اینکه میگفتن نمی با تلفن نمیتونیم بگیریم.
نه الان همه خیلی خوشحالم که شما برگشتین. ممنون. ایشالله که میگن بعد از شب سیاه سفیدن. امیدوارم الان شب سیاه رو سفیدن. قربانت. همه چیز رو به خوبی میره. امیدوارم با کمک شما الان خیلی خوشحالم. ممنون. مرمت زیاد. متشکرم. آره یه دکتم دوباره اینجا لازمه که این توضیح رو هم بدهم و اون این هستش که خیلی از دوستان پرسیدن که خب آقا اگر نیست خب چرا رو سایتت نمی نویسی؟ یه چیزی بنویس، یه چیزی رو قرار بده. والا اونجا راست میگی، یعنی اگه شرایط متعارف معمول باشد خب بعد همین کار بکنی دیگه، بعد اطلاع رسانی کنی و بگی که آقا ما به این دلیل فلان هستیم، نیستیم، مریضیم، مردیم، زنده ایم، هرچی هستیم بگی. من یه عمل جراحی هم در حقیقت داشتم، اون را هم انجام دادم، یه تیکه برداری کردن، نمیدونم حالا چه اتفاقی برای اون میفته، اونا رو نمیدونم، منتظریم که نتیجه اون را هم بگن، حالا اگه بگن یا نگن میگن دیگه حتما. ولی من دسترسی به هیچ چی نداشتم، یعنی در حقیقت یک آواری بر سر ما خراب شد یه مرتبه. من حتی به وسایل خودم هم دسترسی نداشتم، یعنی اینکه کامپیوترام هم نبود، هیچی نبود دیگه، و بعد تونستیم با مکافات اینا رو بیاریم مستقر بشیم، یه جایی رو پیدا بکنیم، یه مکانی رو پیدا بکنیم، بعد وسایلمون رو منتقل بکنیم. و وقتی هم که منتقل کردیم تا دیشب ساعت 2-3 شب همجورش کار میکردیم تا اینکه بتونیم این سیستم رو برقرار بکنیم و وصل بشیم. از این بابت حق به جانب شما، ظاهرش یعنی حقیقتشونه که بله بعد میشد ولی امکانش وجود نداشت. من دسترسی به هیچی نداشتم، یعنی هیچ کاری از دستم بر نمیومد، نمیتونستم کار بکنم، تلفنامون همینجوری، اینترنت نداشتیم دیگه راحت، و بایستی که اینو دوباره از اونجایی که بودیم منتقل میکردیم به این ساختمون جدید و مکان جدید و همه چی جدید بشه. خیلی مکافات بود دیگه. حالا امیدوارم که ببخشید، میدونم که شما بزرگوارید و همیشه خطای بنده رو به من بخشیدید، از این بابت از شما ممنونم. بازم سپاسگزار از همه مهر و محبت شما خوبان و نازنین. آمریکایی‌ها خیلی اصرار دارن که این تیم آقای اوباما، در حقیقت اوباما روز اولی که اومد سر کار یکی از طرحاش ایجاد ارتباط با ایران بود، بتونه که این رابطه 30 چند ساله‌ای که تخریب شده رو بتونه این رابطه رو درست بکنه، رابطه برقرار بشه. در این راه داره کوشش میکنه، تلاش میکنه. حالا اگر این به نفع ما هست یا به نفع ما نیست موضوع ثانویه، ما از اون زاویه نگاه نمی‌کنیم. از زاویه خود اوباما اگر که به قضیه نگاه بکنی، تلاش داره میکنه که رابطه‌شو با ایران برقرار بکنه، تو این زمینه هم ظاهرا موفق بوده. امروز آقای کری هم در ادامه کنفرانس ژنو دوباره اصرار کرده که ایران حتما فرصت داره که در این کنفرانس شرکت بکنه. ولی روس‌ها همچنان پشتیبان آقای اسد هستن، یعنی اینکه همون یه طرحی روزای اول وجود داشت که بشه این منطقه رو تقسیم کنن یه جوری و یه حکومت علوی در حقیقت بسازن. این علوی ها در ترکیه هم هستن، یعنی علوی ها یه نوع شیعه هستن از نوع شیعیان فلان، و شاید بشه یه حکومت علوی تشکیل داد در قسمت جنوبی سوریه و اون منطقه، بتونه آقای بشار اسد رو اونجا نگه دارن. روسا خیلی تلاش میکنن که بشار اسد رو نگه دارن توی اون توی سوریه و این پایگاه برای خودشون حفظ بکنن. و چون انگلیس و فرانسه سنتاً تو منطقه حضور داشتن، میدونی که اگه به تاریخ اونجا نگاه بکنی خب منطقه در 100 سال پیش از این، بیش از 100 سال پیش از این، 3 کشور اونجا بودن یا 3 منطقه تاریخا اونجا بودن. یکی منطقه شامات بوده، یکی فلسطین بوده، یکی منطقه حجاز بوده،
یکی هم اون بره آب مصر. مصر وجود داشته و بعد و در ماجرای جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت عثمانی، حکومت امارت اسلامی عثمانی، انگلیس ها و فرانسوی ها که خیلی همت کردن در این داستانه و جنگیدن و این ماجرای جنگ های صلیبی و بالاخره تا به فروپاشی عثمانی ها انجامی، ماجرای لورنس عربستان رو داریم و دو طایفه رو توی اون منطقه، طایفه هاشمی و طایفه آل سعود رو اینا برکشیدن و اینا جنگیدن و هاشمی ها منطقه شامات رو گرفتن و سعودی ها هم منطقه آل سعود هم منطقه حجاز رو گرفت، شد مملکت عربستان سعودی و همین خاطر اسمش از عربستان سعودی، برای اینکه آل سعود اونجا حکومت کرده. خانواده هاشمی ها اومدن توی شامات و اینجا رو تقسیم کردن به یکی یکی، اسم کشوراشون رو پادشاهی حکومت های هاشمی گذاشتن، مثل اردن هاشمی، عراق هاشمی، سوریه هاشمی و این اونجا هم که حجاز بود و فلسطین هم که فلسطین. ماجرای جنگ جهانی دوم و در حقیقت ایجاد کشور 1948، ایجاد کشور اسرائیل، قرارداد بالفور و اعلام کشور اسرائیل و از اونجا دوباره و بعد وقتی که اینا اومدن و شروع کردن کشورها رو مرز بندی کردن و مرز کشیدن برای این کشورها، تعمد جوری این مرزا رو کشیدن توی این بیابونای خدا که نصف ده این ور میفته، نصف ده اون ور بیفته و ده بالا ده پایین همواره بینشون یک مرز وجود داشته باشه و ما بهش میگیم استخون لایزخ که هر وقت خواسته اینو تکونش که بدی درد ایجاد میکنه، جراحت رو عمیق میکنه، عفونت ایجاد میکنه، ماجرا ایجاد میکنه. و به حال کشورهای هاشمی هم در بعد از ماجرای جنگ جهانی دوم و کنفرانس تهران و قبل از کنفرانس تهران، ماجرای آذربایجان در حقیقت که در ایران اتفاق افتاد و آغاز جنگ سرد رو عده‌ای معتقدن که از همون ماجرای آذربایجان در ایران آغاز شد و اینکه آمریکایی‌ها به روس‌ها پیام دادن اینکه شما بایستی که اینجا رو ترک کنی، ایران رو باید ترک کنی و لشکر و نظامش اونجا بودن. ماجرای قاله آذربایجان دیگه، میگن که معتقدن که جنگ سرد که در سالهای 70 دیگه اوج خودش رو داشت، این ابتداش در همین ماجرای از آذربایجان ایران اتفاق افتاد و وقتی هم که در حقیقت این جوری جنگ سرد به پایان میرسید، دوباره یکی از معاصنی که داشت یا مزراتی که داشت، یکی از آثاری رو که از خودش به جای گذاشت، برکشیده شدن دولت‌های اسلامی بودن. برای اینکه اینا سالها آمریکایی‌ها تلاش میکردن که از طریق اسلامی‌ها مبارزه کنن با ظهور کمونیسم در منطقه. داستان اون سعید رمضان و دیدارش با آقای آیزنهاور از اخوان المسلمین که بهش گفتش که شما که دوره مکارتیزم دیگه، دوره اوج ضد کمونیستی، ریگان در هالیوود لو میداد، اون یکی خیلی از آدم ها از آمریکا فرار کردن رفتن، شخصیت های بزرگ از آمریکا بیرون رفتن، کسانی که در دوران جنگ به آمریکا اومده بودن ولی بعد از این ماجرا از آمریکا فرار کردن دیگه، سال 50. و اخوان المسلمین رو در حقیقت و یک نیروی در مقابل کمونیست قرار دادن. در ایران ما هم همین مسئله بعد از کودتای 28 مرداد همین اتفاق افتاد و شاه همه هم غم خودشو بر اساس این گوشه بود که کمونیستا رو بزنه و اسلامی ها رو تقویت بکنه که حاصلش هم این
فلاکتی است که امروز مردم ایران باهاش روبرو هستند. سخن به درازا کشید، اما جالبه که برای توضیح بدم که همین روسیه که امروز ازش اسم بنیم یا اتحاد جماهیر شوروی سابق چه نقشایی رو بازی میکردن و ما تو سالهای 60 شاهد کودتاها بودیم، یعنی اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی، سالهای 1330-1340 فارسی یا شمسی، شاهد یکی کودتا بودیم. اولین کودتا رو در ایران شاهدش بودیم، کودتای 28 مرداد که آمریکایی‌ها انجام دادن، و بعد کودتای افسرها که افسرهای کمونیست که در اولیش در مصر اتفاق افتاد، فاروق و کنار گذاشت، ناصر اومد سر کار، و بعد در عراق اتفاق افتاد، قاسم اومد سر کار و با کمک کمونیستا، ولی اول 40 تا از این کمونیستا در اون شورای انقلاب حضور داشتن، بعد اونا یواش یواش اونا رو بیرون کردن و از بین بردن. در مملکت سوریه هم این افسر نیروی هوایی حافظ اسد کودتا کرد، اونم اومد سر کار، و تنها جایی که از این داستان خلفای هاشمی باقی مانده است در حقیقت مملکت اردنه، که عبدالله پسر ملک حسین اونجا حکومت میکنه، پادشاهی هاشمی اردن هاشمی رو میگردونه. ترکیه که الان یه نقشی رو برای خودش قائل است، و این ماجرای آقای عبدالله گل رو سعی میکنیم، عبدالله گولان در حقیقت، نه عبدالله گول، عبدالله گولان رو برای شما یه برنامه مفصل میذارم و دعوت میکنم از کسانی که در این زمینه اطلاع دارن بیان و یه توضیح برای ما بدن و ما بفهمیم که اصلا ترکیه این نظام دینیش چه نوع نظامیست، چجوری فکر میکنه، این اسلامی که در اونجا هست چه نوع اسلامیست. چون اون به دو بخش در حقیقت اسلام علوی و اسلام صوفی تقسیم میشه. این اتفاقاتی که افتاد و بگیر و ببنده که ما نبودیم تو این فاصله هایی که برای توضیح بدیم و اینا یا تحلیل خودمون رو ارائه بدیم، این بودش که این عده افسرهایی که بیرون کردن یا از پلیس بیرون کردن، اینا همه جز مریدان این شیخ هستن، شیخی که صوفی است در حقیقت، همین آقای گولان که در آمریکا زندگی میکنه. الان ترک‌ها خیلی تلاش میکنن که مسئله سوریه رو به نفع خودشون حل بکنن، مخالف بشار اسد هستن و میدونن که این ماجرا اگر که بالاخره نتونی حل و فصلش بکنی، مسئله کردا رو داری و مسئله اون ترایب کردا مطرح خواهد شد، کردایی که در جنوب ترکیه هستن، کردایی که در شمال عراق هستن، کردایی که در شمال سوریه هستن، اینا و کردهایی که در ایران هستن، اگر اون تر لوئیس اجرا بشود، یعنی تقسیمات جدید در خاورمیانه و ایجاد کشورهای کوچولو کوچولو، شاید که این در حقیقت کردستان هم برای خودش سر بر بکشه و یک کشور مستقل بشه. الان تمام داستان اگر نگاه بکنی، این یکی از دلایلی که ترکیه تو ماجرای سوریه میل داره که نقش جدی داشته باشه، وجود همین ماجرای مملکت کردستانه، در حالی که نفت کردستان رو میخره از اونا، از کردا مستقیم داره نفت میخره، یه جوری باجدهی میکنه، و ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه. ولی چون روز اول است و ما هم میدونیم که الان همچنان یه قدری دور هستیم از ماجراهای مختلف، اجازه بدید که به همین جا بسنده بکنیم و بریم سراغ دوستانمون و یک دوتا مطلبی که از گذشته ها برای من فرستادن و جا مونده، اونا رو برات بگم، شاید که کمک بکنه به ماجرای ما.
این مطلب بسیار بسیار مهم هست که اوکی سعی میکنیم اینو پخشش بکنیم. راجب کنگره آمریکا ساعت 2 بعد از ظهر روز 28 ژانویه ماجرای ایمپلیمنتیشن ایران نیوکلیر دیل هست، یعنی اینکه چگونگی یا دستور کار یا مفاد اجرایی این داستان رو توی پارلمان مطرح میکنن و ما هم سعی میکنیم که اونو اگر زمانش به وقت ما باشد اون رو برای شما مستقیم پخش بکنیم. دو سه تا مطلب خوب هست که سعی میکنم این رو در یک شرایط بهتری به عرضت برسانم. یکی از این ماجراها که خیلی سریع فقط بهش اشاره میکنم که هیچ کجایی این برای من خیلی تعجب آور بود که این مطلب تاریخ چندو امروز 22 دیگه، بله 15 ژانویه، تا امروز یه هفته است. از یه هفته پیش تا حالا هیچ رسانه‌ای فارسی زبان چه تصویری، گفتاری، نمیشتاری اینا نه که از ایران میگیرن همه رو کاپی پیست میکنن برای ما تحویل ما میدن و چون در ایران نمیخواد که این حرف ها مطرح بشه و این دولت دروغوی فریبکار فریبای دوم روحانی آمده است به سر کار، از هفته پیش تا حالا هیچ کس راجع به این حرف نمیزنه. خیلی چیز غریبیه که میگم علتشو من اینجور حدس میزنم به خاطر اینکه خبرها رو اینا معمولا از گفتم که اون وقتی که اون یارو خانم هافمن اتریشی رفت به اینم اتفاقا اتریشیه، اتفاقا اینم یه روزنامه اتریشی این رو اول بار دی پرس اتریش این رو منتشر کرد و این هیچ که رجب شرف نزد. اون خانم هافمن هم که رب با احمدی نژاد مصاحبه کرد و آورد تو روزنامهش چاپ کرد، نشون دادم به شما که چگونه سایت دویچه وله آلمان این خبر رو رفته از سایت ریاست جمهوری کاپی کرده، آورده رو به سایت خودش پیست کرده و ما تحویل داده به عنوان خبر، در حالی که روزنامه اتریشی و زبان آلمانیه، یه روزنامه آلمانی زبانه، دویچه وله هم یه آلمانی زبانه. بالاخره باید برین روزنامه رو بخونی، ترجمه کنی، بیاری بگی آقا این روزنامه رفته ایران مساوی که اینا رو گفته، نه اینی که بری از سایت ریاست جمهوری کپی کنی بیاری به من بفروشی. یه بزرگی باهاش صحبت میکردم، خیلی درد داشت، حدود 1.5 ساعت روی تلفن با من حرف میزد و توضیح میداد که چگونه فساد در این نظام جمهوری اسلامی عمل میکنه و چجوری اینا در خارج کشور رفتار میکنن و حتی اشاراتی داشت به این که چگونه یه سری از این نیروهای خودشون رو در خارج کشور نگه داشتن و بعد به موقعش اینا رو میبرن داخل و میارن بیرون به هر طرف که نیاز داشته باشه، اینا رو در حقیقت یه جوری عقب و جلو میکنن، ایران میبرن. مثلا در 88 چقدر از اینا رو بردودن ایران برای کتک زدن مردم و بعد میارنشون بیرون از این کارا. خیلی جالبه که هیچ کس راجب این مطلب اصلا حرف نزده تا حالا و خیلی 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 بر من اسباب تعجب است. دیفنس نیوز، امارات متحده عربی و ایران به یک تفاهمی در مورد جزایر هرمز رسیدن، یعنی این جزایر سگانه بکنم به همینه درسته. این سلطان قابوسه، این آقای دروغگوه، حسن فریدون،
the United Arab Emirates and Iran have reached an agreement on the three disputed islands near the Strait of Hormuz, according to high-level UAE sources. یک تفاهمی، یک توافقنامه رو امضا کردن و قرار استش که این سه تا جزیره رو به اونا پس میدن، به امارات تحویل میدن، در ازاش یه جزیره دیگری رو که در حقیقت از این تنگه هرمز بیرون است، در اونجا نزدیک قشم این جزیره، این جزیره رو میگیرن و ایران قرار استش که من فردا مفصل راجع به این حرف خواهم زد و ایران قرار استش که یک خط لوله‌ای رو بکشه از ایران ببرن به عمان و در اونجا نفت و گاز رو بدن به دولت عمان، همین قابوس. Has been reached the finalized and graded and laser tomb. از درباره تمب کوچک و بزرگ میگه در این لحظه دو تا از این جزیره ها در حقیقت به امارات برگردونده شده که در توافقنامه نهایی for ابو موسی is being ironed out. این ابو موسی هم به زودی تحویل خواهند داد. دوتا رو تنبه بزرگ و کوچک رو میگه تحویل دادن، یکی رو هم تمامه. ولی ایران در حقیقت حق دارد، یه حقی برای خودش محفوظ داشته که از کف دریا نسبت به این جزایر مالکیت داشته باشه، یعنی بتونه اون زیر آب بره و اونجا رو مالک زیر آب باشد، ولی رو جزیره نه، جزیره رو باید تحویل بده. Over the land, he said, Oman will grant Iran a strategic location on Ras Rasul Muzandam. Muzandam, Ras Muzandam. این جزیره‌ای به نام رأس موزاندام. نه معلومه من تلفظش رو احتمالاً غلط میگم. ولی هست M U S A N D A M Muzandam. رأس موساندام که یه قله است، در حقیقت یه تپه، یه قله، یه کوی از آب بیرون زده، which is very strategic point overlooking the whole Gulf region. میگه از طریق این، بر سر این صخره که این بهش میگن رأس موساندام، این میتونه که از اونجا تمام این منطقه خلیج فارس رو نگاه بدارید. در حالی که یادت قرار بودش که این بگو ما این بین این سه تا جزیره که استراتژیک بود در اون دورانی که بحرین رو در حقیقت تحت یک رفراندومی که شاه خودش پیشنهاد کرد که رفراندوم بذارید ببین مردم بحرین چه میخواهند و انگلیسی ها میخوان از اینجا برن، در حالی که تخلیه کنن برن، اونم گفت بسیار حالا که انگلیسی ها میرن شما رفراندوم بذارید ببینید مردم بحرین چه میخوان. مردم بحرین هم گفتن ما میخوایم استقلال خودمون داشته باشیم. شما هم گفت بسیار خوب، که میخوای استقلال خود داشته باشی، استقلال خودتو داشته باش. و به سرعت نیروی دریایی ایران رفت و این سه تا جزیره رو اشغال کردن، همین سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی رو نیروهای ایرانی اشغال کردن و به تملک خودشون درآوردن. کارا معموله، مثلا گرانادا هم آمریکایی‌ها این کارو کردن، اون جزایر نزدیک آرژانتین هم انگلیسی‌ها رفتن، این فاکلند اونا هم انگلیسی ها رفتن این کار کردن و همین از این کارا. ایران هم این کار کرد، در اوج قدرت شاه بود و شاه هم این کار کرد. عمان will receive free gas. در ازای این که این عمان این جزیره رو به ایران میده، گفتیم که سه تا جزیره رو اینا دوتاش رو فعلا تحویل دادن، دو تا جزیره تنب کوچک و بزرگ رو تحویل دادن، راجع به ابو موسی دارن حرف میزنن. در ازای این صخره‌ای که توی دریا بیرون زده به نام رأس موساندام، مملکت عمان گاز و نفت مجانی از ایران میگیره وقتی که این خط لولش
در دو سال آینده ساخته بشه و کشیده بشه دیگه اون به اونا نفت و گاز مجانی میده. تمام سوال من اینه که چرا هیچ کس اینو به این رسانه‌های فارسی راجبش حرف نمیزنه؟ من دلیل خودم رو گفتم. دلیلم اینه که میگم اینا همه نگاهشون به سمت اون ور، ببینن اونا چی میسن، میرن کاپی پیست میکنن بهت ممان خبر میارن بهت میفروشن. Important in the next chapter. و معتقده که این در حقیقت منبع مطلع اماراتی میگه که عمان نقش بسیار مهمی رو تو این معامله تحویل جزیره ها و اینا بازی کرده و در ازاش هم بهخوار نفت و گاز مجانی خواهد گرفت، لوله‌ای که ظرف دو سال آینده ساخته خواهد شد. بذار بده فردا مفصل راجبش حرف بزنه. خیلی جالبه که میگه عمان یک چراغ سبز رو از آمریکا هم در این رابطه گرفته که بتواند یک پلی باشد بین ایران و عربستان و مسئله رو اونجا حل و فصل بکنه. این موضوع مهمیه. من فردا سعی میکنم که دقیقتر بهتر راجبش با شما حرف بزنم. اما این هم جالب است که البته دیدم آقای پرهانچی از سایت بی بی سی، مدی پرهانچی که اون برنامه نمیدونم صفحه آخر رو بازی میکنه، اون گفته بود که این آدمی که در حقیقت عریضای پورسباق تو هفته نامه پنجره باهاش مصاحبه کرده، آقای هاوارد گوردون، تو تیوتر خودش نوشته که این مصاحبه رو من انجام ندادم. و این هم نکته جالبیه که کمتر رسانه ها بهش پرداختن. ما در میان تیوی با همت شما بزرگان و خوبان و نازنینان راجب این داستان مفصل حرف زدیم. یادم یه بارم که عزیز نازنینم اسفندیار منفرزاده گرامی رو اینجا داشتیم راجب این باش حرف زدیم، میذارم ناراحت شد منفرزاده که آقا اینجوری نیست فلا اینا بودیم. اوکی حالا بعدن معلوم میشه دیگه، همه اینا بعدن معلوم میشه. راجب این اسکار و این بازی های اسکار و این چیزاست دیگه. میدونی که اسکار مثل اون یکی دیگه اسمش چیه، اون که در نروژ برگزار میشود، نوبل، اینا همه بازیه، یعنی جنبه نماد سیاسی دارن. چه وچی رو بر بکشیم، کدومو ببریم پایین، کدومو بیاریم بالا. و تو همین این فیلمی که اون راجب وضعیت گروگان ها در ایران بود، اونجا هم یک گوشه رو اشاره میکنه که چگونه CIA FBI در هالیوود نقش دارن، چه نقشی رو بازی میکنن. به گزارش جهان، علیرضای پورسباق در هفته نامه پنجره نوشت که سریال هوملند یا میهن یک نماد است، نماد جریانی که طی سالها در سینما، تلویزیون و اساسا سیستم فرهنگی غرب و به ویژه آمریکا نضج یافته. گفتگو با هاوارد گوردون رمزگشایی از این نماد است. گفتگو با هاوارد گوردون، تهیه کننده ارشد کمپانی فاکس که تولید سریال ضد ایرانی هوملند یا میهن را در کارنامه برخی فیلمسازان ایرانی ملت خود را تحقیر می‌کنند دارد، چندان آسان نبود. او شخصیتی به شدت حساس و تا حدودی محافظه‌کار دارد که فضای رسانه‌ای ایران را رصد می‌کند. میگم مهدی پرانچی از بی بی سی یا مثلا این وسط زمین و هوا تو فیسبوک خودش دیدم که گاوه نازنین توی مردمریپورت.net این رو گذاشته بود، فیسبوک مهدی پرانچی رو.
که اون تو فیسبوکش گفته که این آقای فلانی هاوارد گوردون این تو توییترش نوشته من اصلا همچین مصاحبه‌ای نکردم. ولی دقت کنیم ببینیم که چه میگه. میگوید که او شخصیتی به شدت حساس و تا حدی محافظه‌کار دارد که فضای رسانه‌ای ایران را رصد میکنه و شروط و مقدمات ویژه‌ای برای قبول گفتگو مطرح میکرد. در آغاز حتی تصریح کرد که بعد از درخواست گفتگو از سوی من نامم را در میان رسانه‌های فارسی زبان جستجو کرده تا با موازم آشنا شود و در حین انجام مصاحبه به تعبیر خودش به خوبی می‌دانست که موازه رادیکال علیه او همکارانش دارم. خلا از این همه وسواس و دقت برای انجام گفتگوی مطبوعاتی حیران شدم. وسواسی که تا پایان پروسه انجام این گفتگو که از طریق ارتباط ایمیلی و در بازه نزدیک به 4 روز انجام شد ادامه داشت و با آنجا رسید که پس از ارسال تاییدیه نهایی مصاحبه که به صورت فارسی تنظیم و برای ما ارسال شد تأکید کرد این مصاحبه فقط برای هفته نامه پنجره است و شرطم این است که به صورت گزیده در رسانه‌های دیگر در ایران انعکاس نداشته باشد. البته که این شرط عجیب و تا حدودی زیاد غیر قابل اجراست، اما همین هم نشان از تصور متفاوت گوردون نسبت به فضای رسانه ایران دارد. از انصاف به دور است اگر نگوییم که این مصاحبه جز با سعه سر، دقت نظر و همراهی گوردون با رسانه‌ای که می‌دانست به شدت منتقد عمل کرده اوست به سرانجام نمی‌رسید. اشراف او که برای انجام این مصاحبه از چند مشاور فارسی زبان کمک می‌گرفت نسبت به فضای فرهنگی و سیاسی ایران در مواردی فراتر از انتظار بود. مصاحبه را بخوانید تا شاید تصوری واقعی‌تر از فعالیت رقیبان ایران در میدان تقلبات فرهنگی و رسانه‌ای در سطح جهان به دست آورید. 2 سریال میهن و 24 را مطبوعات آمریکایی محصول پسا 11 سپتامبری توصیف میکنند. چه انگیزه ای صرف شد که اقدام به ساخت چنین سریال هایی کنی؟ واقعیت این است که مردم آمریکا مثل گذشته تحت تاثیر سینمای سیاسی نیستند و فیلم های سیاسی در سینماهای آمریکا مورد استقبال مردم قرار نمیگیرند. طبیعی بود بعد از 11 سپتامبر من و الکسی، یعنی الکس گانزا، دیگر تهیه کننده سریال های 24 و هوملند، با مردمی مواجه می شدیم که دولت مردان، سیاست مداران، پنتاگون و سیا را مقصر حوادث تروریستی قلمداد می کرد. واقعیت این است که مردم آمریکا قبل و بعد از رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر در بیخبری زندگی می کنند. یعنی فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی اینجا مثل ایران نیست که از شهرستان برازجان یا بندر دیلم بابت ساخت سریال میهن در صفحات مجازی کمپانی فات یا شبکه شوتایم بیانیه اعتراض‌آمیز فردی بنویسند. به جرأت میتوانم بگویم 75% مردم آمریکا از سیاست دور هستند و حتی عده خاص نمیدانند در حال حاضر چه کسی رئیس جمهور آمریکاست. اما از ساعت پخش برنامه اوپرا وینفری یا آخرین کنسرت جاستین بیبر خبر داره. مردم آمریکا از تماشای اخبار عمدتاً پرهیز میکنن. طبیعی است بعد از 11 سپتامبر افکار عمومی به گردش درآمد و برای بسیار این سوال وجود داشت که منشأ این اتفاقات کجاست و چرا برج‌های دوقلو فرو ریخت. مردم سراسر ایالات متحده مدت ها می پرسیدن چرا باید به عراق و افغانستان حمله کنیم. در مورد بسط و گسترش افراطیون خاورمیانه کسی در حوزه سینما و تلویزیون به صورت نمایشی اطلاع رسانی نکرده بود. ضمن اینکه من و الکسی به دوران بوش انتقادات فراوانی داشتیم. من و الکسی بارها درباره این موضوع صحبت کردیم که باید آگاهی رسانی کنیم تا کمبودهای اطلاع رسانی در گذشته را جبران کرد و نگاهی به آینده داشته باشیم.
میپذیرید که سریال 24 را در به قدرت رسیدن اوباما مؤثر بود. ماهنامه آتلانتیک در مقاله اشاره کرده سریال 24 مربوط به زمان جورج بوش است و سریال میهن تأثیر فضای سیاسی و فکری دوره اوباما را بازتاب میدهد. چه تفاوتی میان این دو سریال از دیدگاه شما وجود دارد؟ مصاحبه شونده میگه به یقین اخلاق سیاسی در 24 برجسته است، چون در دوران بوش خبری از اخلاق سیاسی نبود. در سریال میهن یا همون هوملند نمایش جنبه های خصوصی از جمله بیماری روانی افسر سیا به نوعی بیماری خاص دستگاه امنیتی به شما می رود که با نگاه کردن به زندگی اجتماعی مردم آمریکا در نسبت با تروریسم یکی از تمهای اصلی سریال است. خیلی ها سریال 24 را پدیده پسا 11 سپتامبر می دانند. در سریال میهن هم دل مشغولی های پسا 11 سپتامبر نمود دارد. اما در ساخت سریال میهن گامی پیش آمده ایم. مثلا انگیزه های کریم میتسن که یکی از ماموران امنیتی آمریکاست قبل از 11 سپتامبر نادیده گرفته می شود. سریال میهن نشان می دهد که در روی دادن اقدامات تروریستی نخستین قصور متوجه دستگاه امنیتی است. احساس گناه روی شانه های کری به عنوان نمادی از سیا سنگینی می کند. ما می خواستیم بگوییم که قصور ماجرای 11 سپتامبر هنوز روی دوش دستگاه امنیتی آمریکاست. سریال 24 بازتاب دهنده نقد دیدگاه های افراطی بود، اما نمی خواست تمامه تقصیرات را متوجه لیبرال ها کنند. از طرفی اگر 11 سپتامبر رخ داد، تنها دلیلش مقررات دست و پاگیری بود که در مقابل ماموران امنیتی قرار داده بود. اما بخش نخست سوال شما را حالا پاسخ می دهم. ابتدا بگذار نکته ای را برای تو با توجه به دیدگاه های رادیکالی که داری شرح دهم. من این مسائل را نمی توانم با مطبوعات آمریکایی در میان بگذارم، چون ممکن است برایم درد سر ساز شود. اما بابت ساخت سریال 24 و میهن آقای رئیس جمهور اوباما بارها به صورت‌های مختلفی از من و الکسی تشکر کرد. حتی ساخت و حمایت میهن را خود ایشان پیشنهاد دادند. بسیار به سریال 24 دقت کن، حرفی از سیا به میان نمی آید و دستگاه امنیتی کاملا ساختگی است، چون در آن شرایط نقد دستگاه امنیتی به صورت مستقیم غیر ممکن بود. واحد ضد تروریستی را خیالی نشان دادیم که در عالم واقعیت وجود ندارد. اصلا نمیتوانستیم نامی از سیا به میان بیاوریم. این توضیحات مربوط به شروع سریال 24 در سال 2006 است. رئیس جمهور اوباما شخصا دستور دادن سیا و پنتاگون من و الکسی را برای ساخت سریال میهن حمایت کنند. به همین دلیل ما در سریال میهن توانستیم مستقیما سیا را مورد نقد و عتاب قرار دهیم. از سوی دیگر سریال میهن ریشه در سریال اسرای جنگی محصول اسرائیل دارد. سریال اسرای جنگ در اسرائیل خیلی پرطرفدار بود و اوباما بعد از سفری به اسرائیل پیشنهاد کرد که نمونه آمریکایی این سریال میتواند ایده خوبی باشد. بعد این پرسه رگه‌ای از فیلم کاندیدای منچوری و فیلم ضد ایرانی غیر قابل تصور آنتینکبل هم در این فیلم مشهود است. دقیقاً. اما از سوال قبلی نکته جا ماند که باید در پاسخ این سوال اشاره کنم. هر قسمت از سریال 24 به تروریست‌های بالقوه و بالفعل آمریکا می‌پردازد. وظیفه ما اطلاع رسانی بود تا به مردم آمریکا بگوییم اغلب ماجراجویی‌های دولت حتی در جنوب اروپا می‌تواند به تولد و حیات تروریسم منجر شود و متعاقباً مردم آمریکا باید منتظر حوادث تروریستی در خاک آمریکا باشند. دقیقاً شرایط مثل دوران جنگ سرد است. در دوره جنگ سرد سینما مردم را از خطر قریب الوقوع برخورد اتمی میان روسیه و آمریکا می‌ترساند و در امتداد چنین پیامی از جانب فیلم‌های سینمایی مردم در خانه‌هایشان پناهگاه می‌ساختند. حالا مردم با دیدن سریال 24 و میهن، یعنی تقریبا بیش از 150 میلیون نفر از مردم ایالات متحده که در نوبت پخشای نخست تلویزیونی این سریال را دیدند،
دیگر از هیچ اقدام تروریستی از سوی هر کدام از کشورهای خاورمیانه حتی اروپای شرقی متعجب نمی‌شود. حتی اگه 11 سپتامبر دیگری رخ دهد، کسی دولت را در درجه نخست مقصر نمی‌داند. بعد این یارو ازش سوال میکنه که آقای گوردون، سوالی که پیش میاد این است که با توجه به تاریخ پخش سریال مشخص است انتهای سریال را بسیار تغییر دادین. این اتفاق با توجه به تغییر دولت در ایران اتفاق افتاد، چون به صورتی که بنده تحقیق کردن خط داستانی عملیات تریور در سریال به گونه‌ای طراحی شده بود که رئیس جمهور ایران ترور شود و یا با تغییر دولت در ایران ناگهان طراحی ترور معروف به کرکتر دانش اکبری فرمانده خیالی سپاه شد. بعد میگه دقیقا در پلات اصلی قبل از ساخته شدن فصل سوم میخواستیم نامی مشابه محمود احمدی‌نژاد را انتخاب کنیم و فردی مشابه با ویژگی‌های سیاسی وی را تصویر کنیم و ترور او را در داستان اصلی داشته باشیم و پس از ترور این شخص مذاکرات اتمی ایران و غرب به نتیجه برسد. یعنی با کشته شدن فردی که خصوصیات احمدی نژاد را دارد داستان پایان بپذیرد. این روزنامه پنجره تو ایران ها. حالا یا این مصاحبه خیالیه یا واقعیه، اون میگه پرانچی میگه نه قلابیه، حالا هرچیه، شما این وسطا بین خطوط رو بخوانید، دقت کنید. اینجا که میگه که آره میخواستیم این احمدی‌نژاد رو تو فیلم بکشیم ولی بعدش وقت مذاکرات اتمی ایران و غرب به نتیجه برسد. یعنی با کشتن فردی که خصوصیات احمدی‌نژاد را دارد داستان پایان بپذیرد. اما حامیان مالی ما اجازه چنین کاری را به ما ندادند. نکته جالب برای تو این است که هیچگاه اجازه نمیدهند مقامات بلندپایه ایرانی در داستان حتی به صورت شبیه وجود داشته باشند. البته این قانون شامل حال تولیدات تلویزیونی نمیشد. ما مجوز حضور شبه احمدی‌نژاد در داستان را گرفته بودیم. همزمان با پیروزی حسن روحانی مدیران کمپانی فاکس مرا خواستند و تغییر مسیر داستان شدند و گفتند دیگر خط داستانی ترور رئیس جمهور لازم نیست. شانس آوردیم که 5 قسمت تولید شده هنوز به ماجرای ترور نرسیده. دقیقا در همان روزها احساس کردیم میان روها در ایران به قدرت رسیدند و نقد داستانی خود را معطوف به گروه های تندرو کردیم. بعد میپرسه که بخش انتهایی فصل سوم سریال شما مرا یاد فیلم آرگو انداخت. تو همون فیلم آرگو گفتم بهت که نشون میده که چجوری CIA و FBI اینا در اون هالیوود نقش بازی میکنن. در اون فیلم هم فارغ از برداشتهای سیاسی تصویر متوحشی از ملت ایران نشان داده. مثلا در قسمت هایی که برودی به خانه نسرین بیوه ابو نظیر می رود یا مثل صحنه ای که مردم در اعدام برودی حضور دارند یا پس از ملاقات برودی با نسرین واکنشی که مردم به برودی نشان می دهند موثق و غیر واقعی است، در صورتی که بخشی از مردم ایران پس از ماجرای 11 سپتامبر در محکومیت تروریست به خیابان ها آمدند و برای کشته شدگان شمع روشن کردند. شما رسما در مورد دولت و ملت ایران باور غلطی دارید و به همون نسبت جمهوری اسلامی را نمیشناسید. ما ملت صلح دوستی هستیم و هیچگاه از تروریسم حمایت نکردیم. برای اینکه خودتون اصلا تروریستید. کارگردانی که از ایران آمد و اسکار گرفت، یعنی اصغر فرادی، هم همین جمله را گفت. ما ملت صلح دوستی هستیم. اما هیچ آمریکایی عاقلی آن را باور نمی‌کند. این جواب این آقاست. میگه کارگردانی که از ایران آمده اسکار گرفت، اصغر فرادی، هم همین جمله را گفت. ما ملت صلح دوستی هستیم. اما هیچ آمریکایی عاقلی آن را باور نمی‌کند. همه ما به حماقتش خندیدیم، چون مشخص بود سال بعد فیلم جورج کلونی آرگو جایزه اسکار را می‌گیرد. من برای نوشتن فیلمنامه این سریال خیلی فارسی یاد گرفتم. به قول شما ایرانی‌ها تعارف نداریم. اصولا در ذات ما آمریکایی‌ها است که هیچ کس را بیهوده تشویق نکنیم. اگر به توهم توطئه متهم نشوم میگویم در مورد جایزه اسکار افرادی در ایران با برخی تهیه کنندگان مذاکره کرده بودند. جالب اینجاست
تیم سازنده آرگو به ایران آمده بود و مدیران سینمایی ایران در دولت گذشته بیشترین تعامل را برای ساخت فیلم آرگو داشتند. این روزنامه ایرانه، اسمش پنجره است. در عوض از تیم سازنده آرگو که برای بازسازی لوکیشن ها آمده بودن قول گرفتن که به فیلم جدایی در اسکار رای بدن. خیلی احمقانه بود. تیمی که به ایران آمده بود آماده می شد که فیلمی به زعم شمال ایران بسازد. آن وقت مدیران شما در فکر گرفتن چند رای بیشتر برای اسکار بودن. ضمن اینکه در سال 2011 کمپانی سازنده آرگو قبل از برگزاری اسکار با حمایت کاخ سفید مهمانی خاصی را ترتیب داده بود که در آکادمی فیلم جدایی برنده شود، فیلم اصغر فرهادی. ضمن اینکه در سال 2011 کمپانی سازنده فیلم آرگو قبل از برگزاری اسکار با حمایت کاخ سفید مهمانی خاصی را ترتیب داده بود که در آکادمی فیلم جدایی نادر از سیمین برنده شود تا این جایزه برای ایرانی ها اشتیاق برانگیز باشد و سال بعد جایزه گرفتن آرگو پیام های سیاسی مرتبط را منتقل کند. اگر من جای مدیران شما بودم دیگر فیلمی به اسکار نمی دادم. من فیلم گذشته فرهادی را دیدم، از جدایی بهتر است، اما چرا برگزیده نشد؟ همونطور که در حاشیه مصاحبه اشاره کردی، سینما در آمریکا با سیاست نسبت بزرگی دارد. در مورد چیزی که راجع به محکوم کردن 11 سپتامبر از جانب مردم ایران گفتی باید بگویم افرادی که در محکومیت تروریست پس از 11 سپتامبر به خیابان آمدن عده قلیلی هستند. در اغلب موارد مردم از جمهوری اسلامی دفاع کردند. معادلات حاکم در ایران پیچیده است، اما حامیان اصلی نظام جمهوری اسلامی در ایران مردم هستند. من در گفتگوهای مختلفی به این موضوع اشاره کردم که حامیان قدرت در ایران مردم هستند. پس تصویری که در سریال میهن با فیلم آرگو ارائه شده تصویری است که ما آمریکایی‌ها می‌خوایم ببینیم و لزوما نه تصویری باشد که مطلوب شما. این روزنامه تو ایران چاپ شده، بنابراین طبیعتاً حرفا گفت راوی مغرض است. این راوی مغرض بوده، ولی من حد دارم و یقین دارم که این روزنامه که در ایران چاپ میشه برای دعواهایی که درون ایران وجود داره این تیکه رو به تعمد درش قرار میده و این واقعیته، نه اینکه این دروغ باشه، که چگونه نظام جمهوری اسلامی در خارج کشور تلاش میکنه که سر من و تو رو گرم بازیهایی بکنه که خودش در راهشه. این یکی دیگه از ماجراها و نمودهای این داستان است که نشون میده. این البته خیلی مقاله بلندیه، من یه جایی میگه فیلم های کیارستانی به شوخی روشنفکری شبیه هن و نمیتوانن علاقمندان هنر سینما رو راضی نگه دارن. خیلی خیلی برای من این ماجرای این پنجره و این مطلب و که این حتی این رو هم بهت میگم که این رو هم کسی راجبش حرف نزد، کسی راجب اینم متاسفانه حرفی نزدن، صحبتی نکردن و مثل خیلی داستانهای دیگه این هم به همین ماجرا مبتلا شد. بگذاریم، این هم داستان غریبی ماست، داستانی که یکی این که چرا راجع به این توافق نامه بین امارات و ایران هیچ کس حرفی نزده. بپرس از خودت، بپرس چرا کسی راجع به شرف نمیزنه، علتش چیه؟ من علتشو در این موضوع میدونم، در این میدونم که اون میره اخبار از اونا برمیداره میاره. خودش میدونم. شما ممکنه به من بگی که آقا خب ما که امکان نداریم، که ما که نمیتونیم خبرنگار بفرستیم این برم، ما که چنین امکان میدونم،
میدونم ما چنین امکانی رو نداریم، ولی اونی که خبرنگار دارد و میرود و این خبر را میآورد و مینویسه، من از تو میپرسم که چرا تو اونو دنبال نمی کنی؟ چرا اون مجله اتریشی رو نمیری خودشو ترجمه کنی بذاری؟ چرا میری از سایت ریاست جمهوری کپی میکنی؟ چرا این موضوعی رو که اینا اینجا نوشتن و اول بار اون یارو رو دوباره روزنامه اتریشی دپرس گفته بود، چرا اونو نیوردی؟ هیچ کی راجبش حرف نزد، هیچ سایتی راجبش حرف نزد، هیچ سایتی راجب این موضوع حرف نزد که اینا چجوری سه تا جزیره رو تحویل دادن، چجوری دارن با دولت عمان معامله میکنن که روابطشون رو با عربستان بتونن حل و فصل بکنن، چگونه آمریکا تو این داستان نقش داره، چجوریه که اون میگه من مذاکرات رو از 6 ماه پیش از ما گفتیم، اینا رو که خب قبلا از دسام شروع کردیم با اینا حرف زدن، از طریق همین سلطان قابوس بود دیگه، سلطان قابوس هم که مجانی کار نمیکنه که، گو حالا نفت و گاز مجانی بهم بدی، من گفتم ما یه لوله وارد میشیم، لوله دو سال طول میشه، لوله کشتی نفت و گاز مجانی بدیم، جزایر هم بهتون پس میده، هیچ کی راجع به شرف نزن، هیچ کس، هیچ کس راجع به این موضوع حرف نزن. و فردا سعی میکنم بیشتر راجع به این موضوع تحقیق بکنم، دنبال بکنم و مطالب بهتری رو به عرضت برسونم. اما ببینیم که این چه اتفاقی افتاد. به امیدوارم شمایی که برنامه رو دنبال میکنی به دوستانتون هم خبر بدهید و بگویید که ما بالاخره در خدمت شما هستیم و برگشتیم، امیدوارم که بتونیم این کار رو با همدیگه پیش ببریم. یه درنگی بکنیم و برمیگردیم، در خدمتت خواهیم بود. ممنون و متشکرم از شما. اجازه بده بریم مطلبی این رو با همدیگه دنبال بکنیم. مطلبی از خانم شکوه میرزادگی در مورد روشنفکری با قرائت حقوق بشر. میگه این روزها همه جا سخن از به حضور روحانی رسیدن جماعتی نویسنده و خواننده و بازیگر است. در این سخنان از ناسزا گفتن به آنها و خوان خواندنشان وجود دارد تا پند و اندرز دادنشان که بهتر است به سوی مردم بازگردید و تا دیر نشده و تا رد کردنشان در این سخنان از ناسزا گفتن با آنها و خوان خواندنشان وجود دارد تا پند و اندرز دادنشان که بهتر است به سوی مردم بازگردید و تا رد کردنشان به عنوان روشنفکر، چرا که به گفته آنها و البته بسیاری از کسانی که روشنفکر را تعریف کردند، روشنفکر نباید با دولت و دولتیان نشست و برخاست کنند. من هم در این مقاله به عنوان یک نویسنده و ژورنالیست میخواهم نظر خود را پیرامون این بحث بیان کنم. میگه از اواخر قرن 19 هم که ایمل زولا
نویسنده بزرگ فرانسوی، همراه با 300 تن از شعرا و نویسندگان و فلاسفه نامه معروف خود من متهم می کنم را خطاب به رئیس جمهور فرانسه نوشت، پدیده‌ای به نام انتلکتوئل یا روشنفکر در فرهنگ اروپا و سپس همه جای جهان به عنوان نامی قابل احترام مطرح شد. این نامه که در حمایت از دیرفیوس، یک ارتشی متهم به جنایت و حاکم ناعادلانه دادگاه و حکم ناعادلانه دادگاه در مورد او نوشته شده بود، جان این مرد را از مرگ نجات داد. از آن زمان تا کنون در فرهنگ‌های مختلف جهان تعریف‌های متعددی برای روشنفکر و مفهوم روشنفکری وجود داشته است، چه با نگاه چپ و مارکسیسم، چه با نگاه دموکراتیسم و لیبرالیسم غربی. این تعریف‌ها با وجود همه تفاوت‌ها و گاه حتی تضادهایی که در آنها بوده، حداقل بر یک اصل واحد توافق داشتن، و اون این که روشنفکر انسانیست متجدد، نوگرا، امروزی، ضد ارزش‌های کهن بی‌منطق، معترض و حساس در مقابل بی‌عدالتی ها. در گذشته و تا همین چند دهه قبل، یعنی تا قبل از به رسمیت شناخته شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان آخرین راهکار نجات انسان از جنگ، بی‌عدالتی و تبعیض، فقر و ترس و غیره، روشنفکر تنها به گروه کوچک و محدودی از نویسندگان یا فلاسفه و اندیشمندانی دلسوز انسان گفته می شد که به کار فکری مشغول بودند و جامعه از افکار و ایدایانها چه مستقیم و چه غیر مستقیم متأثر می شد. نگاهی ساده به تاریخ معاصر جهان به ما می گوید که در بیشتر حرکت‌های آزادی خواهانه که به بهتر شدن وضعیت مردمان انجامیده، این روشنفکران بودند که حرکتی مؤثر را برای تغییر آغاز کردند. نمونه روشن این حرکت در سرزمین خودمان جنبش مشروطه است و ما بزرگترین جهش‌های تاریخی معاصرمان را در آن روزگار داشتیم. از آن زمان 90% مردم ایران بی سواد و به شدت خرافی و تابع مراجع تقلیدی مستبد بودند و نمیتوان پذیرفت که انقلاب مشروطه را آنها به راه انداختند، بلکه این همان اندک روشن فکران آن روزگار بودند که آغازگر این حرکت شدند و مردمان به دنبالشان به راه افتادند. در همین مسیر هم بود که مردمان با مفاهیم مثل حق، قانون، رفاه، آزادی، برابری جنسی و مسائلی از این دست آشنا شدند و پشتیبانیشان از جنبش مشروطیت معنا و جهت پیدا کرد. روشنفکری پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به باور من اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان آرمان مشترک تمام مردمان جهان با تکیه بر اهمیت حیثیت و کرامت تمامی اعضای خانواده بشری و موظف کردن وجدان همه انسان‌های جهان برای حفظ این کرامت و حیثیت سبب شد که روشنفکری به مرور از محدوده افراد خاص بیرون آمده و بخشای وسیع از هر جامعه را از آن خود کند، به ویژه که در دهه‌های اخیر حضور اینترنت و امکان استفاده فراگیر از دانش‌های بشری به این روند کمک زیادی کرده است. اکنون روشنفکر تنها در قشر نویسندگان و فلاسفه و اندیشمندان حضور ندارد، بلکه می‌تواند از میان همه اقشار یک جامعه سر بردارد. از سوی دیگر یکی از اثرات اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد خاص آن بوده که روشنفکری را از چارچوب بومی بودن به گستره جهانی بودن کشانده است.
بسیار عالی است. ما دیگر نمیتوانیم کسی را روشنفکر بدانیم که بگوید دست و پا زدن یا سنگسار کردن یا به دار آویختن چون سنتی مجاز در یک مذهب است یا جزء قوانین کشوری است نباید کنار گذارده شود، یا ازدواج با دختر بچه 9 ساله اشکالی ندارد، و یا آزادی پوشش زنان خاص زنان غربی است و ربطی به زنان شرقی ندارد، و یا چون فلان دین یا مذهب از آن اکثریت یک جامعه است همه باید از فرامینان اطاعت کنند، و یا بیدین بودن کفر است و جزا و تنبیه دارد، و از این قبیل نظرها. در واقع روشن فکر امروز نمیتواند از نسبیت فرهنگی در ارتباط با مسائلی که به حقوق بشر مربوطن دفاع کند. این ماجرای نسبیت فرهنگی هم ماجرای عصر ماوس. در زمانه ما تعریف روشن فکر با تعریف آن در دورانهای مختلف تاریخ تفاوت زیادی کرده است. در طول تاریخ جهان فیلسوفان اندیشمندان در طول تاریخ جهان فیلسوفان اندیشمندان مصلحان و حتی رهبران سیاسی و مذهبی مختلفی داشته ایم که دلسوز مردمان جامعه و یا قوم و امت خود بودند و بسیاری از قوانین به همت آنها به سود مردمان تغییر کرده، اما آنها هرگز در مقابل خود راهنمایی مشخص و برگرفته از تجربیات بشری نداشتند که در ارتباط با همه مسائل مربوط به زندگی اجتماعی آنها بوده و مهمتر از همه متعلق به همه مردمان جهان باشد. مثلا در زمانه امیل زولا و آن 300 نویسنده همراهش کسی مخالفتی با اعدام نداشت و روشن فکر آن زمان حد اکثر کاری که میکرد آن بود که بخواهد بیگناهی اعدام نشود. یا قرن نگاه انسان به دیکتاتوری اینگونه نبود که اکنون هست، و یا چیزی به عنوان آزادی مذهب و جدایی مذهب از حکومت و آموزش و پرورش شناخته شده نبود. درست میگه دیگه. به همه این دلایل روشن فکر امروز علاوه بر این که همه خواسته های روشن فکران گذشته را با خود حمل می کند، موظف است تا مسائل مهم دیگری را نیز به آن اضافه کند. روشن فکری امروز بدون ایستادن در مقابل تبعیض در همه اشکالش البته معنایی ندارد. روشن فکر امروز باید در برابر هر نوع خشونت و جنگ و دیکتاتوری و بی‌عدالتی بایستد، و اگر در فضایی چون سرزمین ما زندگی می‌کند که برای این ایستادن جانش در خطر است، حداقل باید که خط‌کشی مشخصی با قدرتمندان آزادی کش و مردم ستیز داشته باشد، به بهانه‌های مختلف مجیزگوی و تأیید کننده قدرت موجود نباشد، دلسوز سلامت و روان مردمان باشد، به مسائل امروزی همچون حفظ میراث فرهنگی به ویژه میراث طبیعی و محیط زیست باور داشته باشد، مشتاق پیشرفت‌های علمی و فرهنگی جهانی باشد و به طور کلی فکر و قدم و ذهنیت خود را در راه رسیدن به دنیای بهتر و نه فقط شهر و کشوری بهتر به کار اندازد. به این ترتیب اکنون دیگر نمی شود کسی را تنها به خاطر تحصیلات بالای دانشگاهی و داشتن هر نوع تخصصی یا نویسنده و شاعر و فیلسوف بودن روشن فکر خواند، و یا نمی توان شخصی را صرفاً به دلیل آوازخوان بودن یا موزیک ساختن یا بازی کردن در تئاتر و سینما روشن فکر نامید، چرا که بیشتر این افراد حتی اگر در رشته خود از بهترین ها باشند تنها صنعتگران یا متخصصینی می باشند که کار خود را بلدند، درست مثل نجار، معمار و یا آهنگری که کار خیش را به خوبی می دانند. امروز سنجه اصلی روشن فکری
هواخواه مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر بودن است و پس از آن مهارت ها و استعداد های نامزدان روشنفکر بودن مطرح می شود. روشنفکری، مذهب و سیاست. در سوی دیگر آنچه که گفته شد و بر اساس تعریف امروزین یک روشنفکر به نظر من یک شخصیت مذهبی هم که متعلق به تفکری است که از قلب گذشته و سنت‌های بسته برآمده می تواند با نوع اندیشی در مذهبی که دارد و همخوان کردن آن با مفاد اعلامی حقوق بشر و هماهنگ کردن آن با قوانین امروزی در جایگاه یک روشنفکر مذهبی قرار گیرد. به همین گونه یک شخصیت سیاسی نیز می تواند یک روشنفکر سیاسی باشد، اگر که عمل خود را در چارچوب حقوق بشر و در جهت تغییر و تحولاتی که به نفع انسان این روزگار است تنظیم و اجرا کند. البته لازم است به این نکته هم توجه شود که روشنفکران متعلق به رشته‌های مختلف تفاوت‌هایی با هم دارند و اثراتی که بر جامعه می‌گذارند یکسان نیست. روشن است یک نویسنده یا روزنامه نگار روشنفکر با یک روشنفکر سیاسی یا فرهنگی یا مذهبی نام‌آور که در کار تولید اندیشه است به دلیل در اختیار داشتن رسانه‌ها اثرش بر جامعه بیش از یک هنرمند یا دانشجو یا معلم و یا کارگر روشنفکری است که در محدوده کاری یا زندگی خیش برای رسیدن به ارزش‌هایی که می‌شناسد تلاش می‌کند. حال آنکه به صورتی طبیعی در آن هنگام که جرقه‌ای برای تغییر در جامعه روشن می شود، این دومی ها به مراتب کارسازتر از روشن فکران فکری هستند، زیرا موتوری را که اولی ها روشن کردن تنها به دست این گروه گسترده دوم به حرکت در می آید. ارتباط روشن فکر با دولت یا حکومت. و اما باز بر اساس همین تعریف امروزی هیچ روشنفکری یا هنرمند و یا هیچ انسانی را نمیتوان از این که در مراسمی که با حضور رئیس جمهور یا پادشاه یا دولت مردی است رد کرد، مگر آنکه آن رئیس جمهور یا شاه یا دولت مرد از قبیله دیکتاتورها، مردم ستیزها و آزادی کشها باشد. مثلا می‌دانیم که همه کسانی که جایزه نوبل را می‌گیرند، آن را از دست پادشاه سوئد و یا مقامات دولتی سوئد و نروژ می‌گیرند. همچنین تاریخ معاصر کشورهای پیشرفته و دموکرات بران است، پر است از خیلی روشنفکران و هنرمندانی که جایزه‌های خود را از دست رؤسای جمهوری کشورشان گرفتند. در همه کشورهای پیشرفته و دموکراتیک جهان نویسندگان و روشنفکران به راحتی در جشنهای ملی کشورشان در کنار رئیس جمهور و نخست وزیر و یا شاه قرار میگیرند و کسی در سرزمینشان آنها را بابت این کار خائن نمیخواند و یا حتی ملامت نمیکند، چرا که در کشورهای دموکراتیک دولت نماینده و منتخب راستین مردم است. در واقع این رئیس جمهور یا شاه و یا نخست وزیر است که در خدمت آن نویسنده و روشن فکر و دیگر مردمان است و طبعا این کار تفاوت عمده دارد با رفتن به خدمت رئیس جمهور کشوری چون ایران که نه تنها در انتخاباتی آزاد و رقابتی به قدرت نرسیده، بلکه و در واقع منتخب رهبران مذهبی و شورای نگهبان مذهبی است که آن روشنفکر و نویسنده و هنرمند را همچون امت و خادم خودش میبیند و بس. شکوه میزادگی این رو در 14 در حقیقت مطلب رو نوشته بود و برای ما هم اصالت کرد فرستاده بود که ما هم محروم بودیم از حضور شما و نتوانستیم این رو درست برای شما به موقع و سر موقع اجرا بکنیم.
اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عرضم به حضور شما که بازم از همه شما نازنینان تشکر میکنم. در پایان بازم اشاره میکنم که برنامه های ما از این روز که شروع کردیم تلاش میکنیم که در ساعت 12 هر روز در خدمت شما باشیم به مدت 1 ساعت و نیم. این برنامه را تقدیم حضور شما میکنیم. فردا که پنجشنبه هست، به علت اینکه مدتی نبودیم، باز این لازمه که توضیح بدیم در پایان، برای اینکه ممکنه عده‌ای تازه این مسئله رو فهمیده باشن که تلویزیون برگشته به شرایط عادی، به جمع ما تازه پیوسته باشن، فردا ساعت 11 به خاطر این چند هفته‌ای که نبودیم و غیبت داشتیم، بچه‌های فریاد نسل فردا، یعنی دکتر محمود مرادخانی، که می‌دونی این دکتر محمود مرادخانی هم پزشک است، هم خارزاده سید علی خامنه‌ایه، در حقیقت فرزند شیخ علی تهرانیه، کسانی که تاریخ انقلاب ایران رو بشناسن و شیخ علی و مواضعش رو بدانن در ماجرای انقلاب و پیش از انقلاب، شیخ علی روحانی جز روشن فکران مذهبی بوده در حقیقت و با گروه شریعتی و اینا کار میکردند و ماجرای حسینی ارشاد، اینا در حقیقت یه جورای همشون به محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی مرتبطن، که اون هم جزء روشن فکران مذهبی عصر خودش بوده، جزء نوآوران بوده است. به دکتر مرادخانی هست، دکتر بهرام آبار هست و آرش مهدوی و عرضم به حضور شما که آقای چاروستایی و آرمان چاروستایی و سایر جوانانی که به این گروه پیوستند و برنامه‌های خوبی را ارائه دادن. روز سه‌شنبه این برنامه است، ولی تصادفاً به علت این که ما چند هفته نبودیم، فردا ازشون خواهش کردیم که برنامه‌شون رو فردا اجرا بکنن و بعد هم اگر آقای دکتر صدر اشرف باشن که به سراغ آقای دکتر صدر اشرف خواهیم رفت، ولی من خودم روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 12 تا ساعت 1:30 بعد از ظهر در خدمت شما نازنینان خواهم بود. سایر برنامه‌ها هم در طول هفته به عرضت خواهم رسان. و اگر این برنامه، مثلا فرض کنید که این برنامه من تمام بشه، اگر با کسی شخصیتی قرار بشه که صحبت بکنیم، از این ساعت به بعد دوباره برنامه رو وصل میکنیم، با شخصیت دیگری صحبت خواهیم کرد، ولی خودم به تنهایی این ساعت‌ها رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بازم ممنون و متشکرم از همه مهر و محبتتون. بدان که ما هم از اول بذار بگیم دیگه، همین ثانیه اول بگیم که ما به علت این مدت که نبودیم از نظر مالی بسیار عقبی. اگر دستت میرسد کاری بکن و بذار که این چرخ هم بچرخد. ممنون و متشکرم، با درودی دیگر، مرسی.